سلام به همگیتون، امیدوارم خوب و خوش باشین. هر جا که هستین لبتون خندون باشه. امروز میخوایم با هم دیگه کرم پرتقال درست بکنیم که توی کلن شیرینی‌پزی و دسر درست کردن خیلی مورد استفاده است، برای تزیین کیک، برای تزیین شیرینی یا حتی مثلا صبحونه با نون توست. خیلی عالیه، با هم دیگه درست میکنیم سریع و آسون. خب مواد لازممون، یک پیمونه آب پرتقال هست که آب پرتقال رو باید خب تازه باشه، من تازه گرفتم. و اگه که پرتقالاتون خیلی شیرینه میتونین یه دونم آب لیمو بهش اضافه بکنید که من الان این کار کردم، تو پرتقالی که داشتم خیلی شیرین بود. 3/4 پیمونه شکر، 3/4 پیمونه کره، 5 تخم مرغ و یه دونه هم پاکت ژلاتن. این ژلاتنایی هستش که بدون مزه است، بدون بوه، ولی ما برای این دستور پختمون نصف این پاکت رو احتیاج داریم. اینا معمولا بسته‌های 8 گرمیه که ما حدود نصفش 4 گرمش احتیاج داریم. خب و یه مقدارم آب که برای حل کردن ژلاتنمون. خب اولین کاری که می‌کنیم این هستش که این پاکت رو باز می‌کنیم و حدودا نصفش رو میریزید توی آب. نصفش کافیه. نشون میزنیم که این بذاری بعدا برای موس و توی آب حلش میکنیم و میذاریدش کنار. بعد یه مثل حالت ظرف رو گذاشتم روی گاز، گرم شده. آب پرتقال با یک دونه لیمون رو میریزیم توی ظرف. حرارتش رو در زیاد میکنم و نصف شکر. خب و میذاریم تا این به جوش بیاد. یه مقدارش هم میزنیم. این دستور پخت حدود 2 پیمونه به شما کرم پرتقال میده. خب بعد یه ظرف بزرگتر احتیاج داریم با یه دونه از اینا که بهش میگن ویسک، اگه توی خونه داشته باشید خیلی کمکه. شکر رو بقیش اضافه میکنید توی ظرف دیگه به همراه این 5 تخم مرغ. و مخلوطش میکنیم تا جایی که شکر کاملا حل بشه، اون نصفه شکری که داره. کرم پرتقال یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم باهاش برای صبونه هستش که با ماس میتونید مثلا لایه لایه توی ظرف شیشه‌ای، خیلی هم قشنگ و خوشگله چون رنگش نارنجیه، ماس سفیده، میتونید لایه لایه درست بکنید. و اگر هم این مقدار ماست شیرین تر باشه حتی میتونید برای دسر بعد از شام هم ازش استفاده بکنید که من مطمئنم اگه درست بکنید خیلی خوشتون میاد، خیلی آسونه. همونجور که میبینین تقریبا داره این به جوش میاد. یک مقدار دیگه صبر میکنم. باید مطمئن بشیم که نصف شکرتون کاملا حل شده. خب یه ذره که جوش اومد ورش میداریم. این مرحله خیلی خیلی مهمه. وقتی که برمیدارید سعی بکنید که اول از یه دونه ظرف استفاده بکنید که اونقدر سنگین نباشه، بعد آروم آروم همزمان که این رو هم میزنیم این لیمو رو بهش، ببخشید، آب پرتقال و یه دونه لیمو رو بهش اضافه میکنیم. همینجوری هم میزنیم. اگر همش رو یهو بریزین باعث میشه که تخم مرغتون بپزه، چون که این مایه داغه و شما اینو نمیخواید. برش میگردونید رو گاز، حرارت یه مقدار زیاد میکنید و کل این مخلوط رو دوباره برمیگردونید به ظرف. شروع میکنید به هم زدن. باید همینجوری ادامه بدید. فقط 1 یا 2 قول که بزنه دیگه کافیه. و سعی کنید که یه دونم صافی دم دستتون باشه با یه ظرف زیرش. من از صافی استفاده میکنم که کلن یه مقدار سوراخاش کوچیک‌تره. هر چی ریستر باشه بهتره چون شما نمیخواید، میخواید مخلوطتون یه دست. اگر هم این تو هسته دیدین اصلا اشکال نداره، میتونید بعدا درش بیارین.
یکی از موارد خیلی خوبی که میتونید از این کرم استفاده بکنید، حتی اگه توی سوپر مثلا از یه کیک خیلی ساده خریداری بکنید، میتونید با این کرم از یه طعم و مزه دیگه میتونید وسط کیک رو نصف بکنید، این کرم رو بذارید وسطش، یه طعم و مزه خیلی بهتری میده و کلا میشه کیک سوپرمارکتی رو از این رو به اون میکنه. یه مقدار هم اول که هم میزنه میتونی متوجه بشی که مخلوطتون داره غلیظ میشه. خب در همین حد کافیه. دیدید یا دو سه تا قول بیشتر نزد، ورش میداریم و یه ذره یه ذره تو این صافی میریزیم. من یه مقدارش انجام میدم. شما این ذرات رو نمیخواید، اگه توی صافی ردش بکنی دیگه هر چیزی که باقی میمونه مخلوط صاف و یه دسته، ولی چون که الان گرمه به صورت یه مقدار شلتر و مایه تره. وقتی تمام این کرم رو انجام دادیم، کره رو اضافه میکنیم. حرارت این کرم لیمو باعث میشه که کل کره آب بشه و همینطور ادامه میدید و بعد ژلاتن رو که با آب مخلوط میدید به چه صورت هستش به این اضافه میکنید. ژلاتن باعث میشه که این کرم خودش رو بگیره و خیلی شل و آبکی نباشه. بله، به همین صورت با بقیه کرم هم همینطوری ادامه بدید. بذارید توی یخچال خنک بشه. امیدوارم که لذت ببرید، تو خونه درست بکنید و میشه جمع بکنید. تا یه ویدیو سوی شیرین و خوشمزه دیگه، بلا خدا نگهدار.